سلام، جذب فالوور بیشتر یا جذب فروش بیشتر؟ این سوالیه که مدت هاست دارن از من توی دایرکت میپرسن. خب ما چجوری فالوور بیشتر جذب کنیم؟ چجوری بیشتر کامنت و لایک بگیریم؟ چجوری بیشتر بفروشیم؟ کدوم یکی از این سوالا سوال درستیه؟ کدوم یکی از این سوالا شما رو به هدفتون میرسونه؟ توی این ویدیو میخوام در مورد این مسائل با هم صحبت کنیم. بیاین از اینجا شروع بکنیم. خیلی ها میان توی دایرکت دارن میگن که آقا ما میخوایم فالوور بیشتری داشته باشیم. من نگاه میکنم اونها به عنوان مثال یک پیج هستن مربوط به یک شرکت مبلمان. خب بیاین سوال بپرسیم، خود شما خود من چرا باید بریم شرکت مبلمان رو فالو بکنیم؟ میتونن محتواهای دیگه‌ای بذارن که خب ما رو از اون فروشه ممکنه دور بکنه، یا میتونن محتواهای خودشون رو بذارن، وسایل خودشون رو بذارن که خب اگر شما نیاز نداشته باشین نمیخرین. برای خیلی از کسب و کارها اینطوریه، یعنی خیلی از کسب و کارها اتفاقا به نظر من نباید دنبال 200,000 تا فالوور باشن، چون اصلا کسب و کار اونها طوری نیست که دنبال 200,000 تا فالوور باشن. پیج من امروز که داریم با هم صحبت میکنیم و من دارم این ویدیو رو ضبط میکنم 3500 تا فالوور داره. من به تک تک کسایی که منو فالو کردن افتخار میکنم و همشون رو دوست دارم و دوست دارم که کاری بکنم که تک تک این افراد از این پیج راضی باشن و بتونم اونها رو توی بازی برد برد قرار بدم، یک چیزی رو در اختیارشون بذارم و یک چیزی رو ازشون بگیرم. این اتفاقیه که میتونه جذاب باشه. خیلی هم میگن آقا ما برای اینکه درآمد برسیم باید 20,000 تا 30,000 تا 50,000 تا فالوور داشته باشیم. بر اساس آمارهایی که ما داریم که آمارهای درستی هم هست، چون میدونیم چقدر پیجا درآمد دارن، پیج من با 3500 تا فالوور اندازه یه پیج 50-60,000 تایی الان درآمد داره. ولی خب چطور این اتفاق میفته؟ موضوع اینه که شما همیشه نباید تبلیغ بگیرید تا درآمد داشته باشید. شما میتونید یک محصولی رو انتخاب کنید، یک خدمتی رو انتخاب کنید و از طریق اون درآمد داشته باشید. شما بیاییم با این مثال شروع بکنید. شما تصور کنید 100 تا فالوور دارید. 100 تا دیگه هممون 100 تا فالوور رو داریم دیگه. چیز خیلی عجیب غریبی اگر کسی نداشته باشه. یا میتونه خیلی سریع 100 تا فالوور رو پیدا کنه. عمو، عمه، آشنا، دوست، همکلاسی، همکار. شما احساس کنید و به این فکر کنید که یک خدمتی رو ارائه میدین یا یک محصولی رو ارائه میکنید که این محصول رو هر روز میتونید به اینها بفروشید. مثلا ممکنه به اینها نون بفروشید یا ممکنه به اینها یک اطلاعاتی رو بفروشید، یک چیزی که این آدم‌ها نیاز دارن. این آدم‌ها هر روز 1,000 تومان برای شما پرداخت میکنن بابت اون کاری که شما دارین براشون انجام میدین. آخر ماه میشه 30,000 تومان. خب 100 نفر چیزی نیستش. شاید بگیم که خب مگه میشه یه پیج 100 نفر یه پیج بیزنسی باشه؟ 1,000 تومان در روز هم به کسی ضرری نمیزنه. یعنی همه ما در روز شاید فقط استهلاک لباسهایی که میپوشیم 10-20,000 تومنه و 1,000 تومن جایی از زندگی ما رو نمیگیره، یا توی یک ماه 30,000 تومن جایی از زندگی ما رو نمیگیره. ولی شما با اون 100 تا اگر ضرب در این 30,000 تومن میشه میشه 3,000,000 تومن. یعنی شما اگر بتونید یک کسب و کار اینطوری راه کنید، در طول یک ماه میتونید یه مبلغی حدود 3,000,000 تومان درآمد داشته باشید. یعنی با 200 فالوور شما میتونید چقدر درآمد داشته باشید؟ 6,000,000 تومان. اصلا اینطوری نیست که فکر کنید اوکی من اگر میخوام الان یک کسب و کار رو شروع کنم نیازه که حتما 10,000 تا فالوور داشته باشم، بعد مثل خیلی از آدم ها برین یه عالم فالوور فیک بخرین، 1,000 جور کار دیگه مختلف انجام بدین واسه اینکه فالوور بگیرین. نه، شما یک برنامه ریزی کنین برای کسایی که الان فالوتون کردن. اگر قرار پرسونال برندینگ خودتون کار کنین، محصولی رو ارائه کنین که قابل فروش باشه. اگر قرار محصولی رو ارائه کنین که قابل فروش باشه، ببینید اصلا محصول شما توی فضای اینستاگرام قابلیت فروش داره یا نداره. خیلی ها میخوان وارد بشن چون میبینن بقیه وارد شدن، ولی واقعا همه محصول‌ها اینجوری نیستش که توی اینستاگرام فروش داشته باشه. چرا؟ مخاطب‌های شما هستن، ولی مخاطب‌های یک سری محصول‌ها 100% هستن و مخاطب‌های یک سری از محصول‌ها ممکنه 10% توی اینستاگرام باشن. و اگر شما جای دیگه ای تلاش بکنین خیلی بهتر به نتیجه برسین تا توی اینستاگرام. برمیگردیم خود جمع‌بندی کنیم حرفامون رو. چیزی که میخوام امروز باهاتون صحبت کنم
اینه که از هر جایی که هستین شروع کنید. یک محصول که خاصه که شما میتونید روش یک اتفاق رو رقم بزنید، انتخاب کنید، میتونه یه ویدیوی آموزشی باشه محصول شما، میتونه یه خدمات باشه، مثلا کسایی که الان دارن غذای خونگی آماده میکنن و توی اینستاگرام میفروشن، مثلا عکاسی، مثلا لوازمی که برای بچه‌ها درست میکنه. یک چیزی رو انتخاب کنید و شروع کنید روی اون موضوع حالا استراتژی محتوا رو تهیه کردن که من قبلا توضیح دادم، یا یک کار دیگه به این فکر کنید که به جای اینکه فالوورهاتون رو همون اول سعی کنید افزایش بدین، اگر که 100 تا فالوور دارید، 50 تا فالوور دارید، 200 تا فالوور دارید، ببینید چی کار میتونیم بکنیم که اون کار شما واسه این آدم ها ارزش ایجاد کنه و اونها بیان از شما خرید بکنن. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشین، این ویدیو رو با دوستانتون شیر کنین و امیدوارم کسب و کارتون توی اینستاگرام رونق بگیره. بذارین آخرش یه چیز دیگه هم خدمتتون بگم. اینستاگرام خیلی هم میخوان الان یک کسب و کار شروع کنن، نمیدونن کجا شروع بکنن. اینستاگرام مثل اون مغازه هایی میمونه که سر بازار بود قدیما. یه سری مغازه بود، آدم ها رد میشدن، چیزی میدیدن خوششون میومد میخریدن. الان آدم ها دارن توی این فضا حرکت میکنن، آدم ها دارن توی این فضا اتفاقات رو رقم میزنن. ما اول صبح به جای تلویزیون مثل 10 سال پیش داریم اول گوشیمون رو چک میکنیم. آدم ها دارن از این فضا رد میشن و این شما این که انتخاب میکنید چه چیزی رو از خودتون به این آدم ها نشون بدین. اگر کالا رو نشون بدین، مثل کسایی که حالا یک مغازه‌ای هستن سر یک گذری، میتونه برای شما سود داشته باشه، یا اگر خودتون رو نشون بدین، یا اگر حالا هر چیزی که مد نظرتونه. امیدوارم که از این پست لذت برده باشید.